باهی داره او رو میگیرن در محضر هم شلاق میزنن، رویش سیاه میکنن، او رو پشت خر سوار میکنن، او رو بی حرمت و بی شخصیت میکنن و بعدم میگیم که ما یک کار به خاطر اصلاح کردیم. خب دیگه چیزی برای اصلاحی و آدم نگذاشتیم، تمام آبرو به عزت و حیثیت و شخصیتش بردیم در جامعه و بعدم توقع داریم که اصلاح بشه. شما تا حال دیدید که یک دکتر مریض رو سیلی بزنه، یک دکتر مریض رو به اصطلاح شلاق بزنه، یک دکتر مریض رو خشم و غضب بکنه، بگه ناامیدش بسازه، بگه تو جور نمیشی؟ تو باید آنقدر شرح صدر داشته باشه که قدرت تحمل همه افرادی که با هر مذهب و هر گروه و هر دین و هر فکری که هستن را داشته باشی. دعوتگران من حیث الگویان جامعه هستن، مواظب لباستان، مواظب کرکترتان، مواظب برخوردتان، مواظب نظافتتان، مواظب حرکتتان باید باشی. متاسفانه یک عده از افراد قضاوت مد نظر نمیگیرن. امروز فرق میکند، او شرایط گذشته نیست. یک پیامی که شما منتشر میکنید شاید او را کافرم میبینه، مسلمانم میبینه، به اصطلاح کسی با شما موافقم هست میبینه، مخالفتانم میبینه، هر کسی شاید او برنامه ایتان احتمالاً ببینید. شما مردم را به سوی الله دعوت بدهید به اساس حکمت و اساس بینش، دانش، حکیمانه و موعظه حسنه. و اگر در جای قضیه و مجادله هم میرسد باید مجادله احسن باشه.